شاید که با 10000 بکنی. من تو عد زدم که شاید جواب نتی نمیره، بعضی ها میگن راز باشه. خب در این قسمت امی اسکلتاش که آورده شد از بخش نجاری با اسفنجکاری میشه. اینجا اسفنجکاری میشه بله. یک متر توشک عربی با بازو، بالشت، میز، تمام لوازم جنس اصلی الا 4000 افغانی است. و با کیفیت ترینش کدام تکه است؟ امی تکای چینایی است خو یا به مو منوال به حساب به مو حد و کیفیت جور میکن که تجارای ما شما به حساب فرمایش میتن. بسیار در روزا در کش هم است؟ در کش هم است، حتی تو گفته میتونیم که شاید از جای کدام زیادتر ایجا استفاده شود. استفاده شود زیادتر. البته اگر اقتصاد مردم ما یکمک بهتر شود، کم هزینهش در ای بالا میره، موزی هزینهش هم کم است. خب بسیار خوب. سلامون استری میشه هیلمندیم چې روغ جوړه خوشاله اوسې. بیا هم خوشاله يم چې زفرشته زمیست تاسو بدرنه چوپړ کې ازریم او نن بیا راغلم چې تاسو ته خپل راپور او خپل خبرونه در وړاندې کوم. نو هیلمندیم چې تاسو د پام وړ وګرځي. خب دوستای عزیز، امروز آمدیم ساحه زیبای بهارستان. امروز تصمیم دارم تولید وطن، افتخار وطن به تصویر بکشانم. در بیشتر از گزارشاتم کوشش کردیم که تولید وطن، افتخار وطن است به تصویر بکشانیم، به دنیا نشان بدیم که در وطن عزیز ما همچو تولیدات موجود است و فعالیت داره. امروز تصمیم داریم در یکی از کارخانه های برم که در این کارخانه البته دوشک های مجلسی و یا عربی تولید میشه. این که تای مراحلش چی است، موادش از کجا وارد میشه، چگونه آماده میشه، از امو الف تا یا به تصویر میکشانیم، صحبت های مسئولش را میداشته باشیم، از کارمندایش را میداشته باشیم. انشاءالله که تا پایین از گزارش با ما باشیم. نامتان؟ اسم من محمد زبیر است. محمد زبیر. تخلصتان؟ کاشفی. کاشفی. کاشفی صاحب، چقدر وقت میشه که مسئولی کارخانه هستین؟ تقریبا حدود 13 سال میشه که این کار ما برای انداختیم، فعالیت میکنیم. 13 سال میشه. حدود 13 سال میشه. خب سلامت باشین، تشکر که این زمینه را فراهم ساختین تا ای که هموطنان عزیز بتانن اینجا مصروف باشن و شما هم گفته یگان تا میگن هم خرما هم ثواب، هم بتانین بر خود مصروفیت ایجاد بکنین، کار بکنین، مزد حلال به دست بیارین، هم به هموطنان عزیز یک زمینه فراهم شوه و هم بتانین که اجناس خوب و با کیفیت را تقدیم همشهریان عزیز بکنین. مدت 13 سال میشه. خب در این مدت 13 سال چی نوه از کجا شروع کردین؟ در آغاز چی نوه تولید داشتین و فعلا چی؟ والا 13 سال پیش تقریبا مرا که بیادم می یک ماشین خورد، یک ماشینک خیاطی، حدودا 2 الی 3 نفر بودیم که امروز خوشبختانه تعداد پرسنل به 17 الی 18 نفر میرسه. 13 سال پیش ما شروع کرده بودیم به می ترمیم فرنیچر ها ابتدا، بعدا ساخت و سازش و تخت خواب و کاوچ و فعلا توشک عربی هم به حساب کم کم مود شده که نامش عربی است، اما یک توشک سنتی است در اصل، به حساب مردم ما خریداری میکنند. دیگه اول کار همه قسم بود، با 2-3 نفر و با بسیار یک سرمایه کوچک آغاز شد. از سرمایه کوچک آغاز کردین، با چقدر از این آغاز کردین؟ شاید که با 10000 بکنی. من تو عد زدم که شاید جواب نتی نمیره، بعضی ها میگن راز باشه. اما حقیقت اگر با 10000 افغانی هم شروع کار همیشه مشکل می باشه، سخت می باشه. بسیار سختی ها و مشقت ها را کشیدیم دیگه. مدت 13 سال میشه حالا دمی کار مصروف هستیم. خب کاشفی صاحب، قسمی که خودتان یادآور شدین از سرمایه گذاری بسیار کوچک آغاز کردین، از 10000 افغانی، از یک ماشین بسیار کوچک که 3 نفر بودین خودتان یادآوری کردین. نام خدا ماشاءالله تا اینجا که رسیدین، حمایت کننده تان کی بوده و چطور توانستین که بتانین پیشرفت بکنین؟ تشویق مردم بوده، گفته یکم تا دعای پدر مادر بوده و یا پشت کار خودتان بوده؟ دقیقا دعای پدر و مادر، حمایت خانواده خو شرط اول است. اون دعای بزرگا بوده، بعدا انگیزه شخصی خود ما بوده که خواسته باشیم در وطن کار بکنیم. یک دلیل شوه که یک 4 نفری هم که ما کار بکنه و خودمون به حساب میجه مصروف کار باشیم، و بعدا تشویق دوستا هم وطنا که به حساب آمدن خریداری کردن و اینم تو به حساب به می سلسله جیجان پیدا کرد و 13 سال ما در این مسلک هستیم و آیندام به خیر تصمیم داریم، خوشبین هستیم که به خیر شود صادر بکنیم به
خارج از کشور فرنیچر وطن آل پیلا نام خدا در خانه است به حساب نام کشیده کسی دیگه از خارج از کشور کمتر شده فیصدی بسیار کمی است که به حساب در حدود 10% اگر فرنیچر از بیرون میاد در کل دیگه همینجا تولید میشه حتی بعض جایا به نام خارجی فروخته میشه در حالی که وطنی است ساخت همین وطن از بسیار چیزای بالا بالا جور میشه اما میگن ترکیه است بله بله میگن ترکیه است به نام ترکی فروشات میشه اما ما حقیقت گپ خبر داریم کل جمع ساخت وطن به ساخت وطن میشه بله باید افتخار بکنن اما افتخار به کشور ترکیه میکنن به خاطر قیمتش بله بله خب دیگه مردم ما شما تا که به اون نقطه برسن که حمایت از تولیدات وطنی بکنن یک فرهنگ سازی باید شوه ایجاد شوه بین مردم که حمایت خود بکنن از تولیدات وطن و انشالله که گسترده تر شده میره مردم پی بردن کوچه ها میجا جور میشه تخت خواب میجا جور میشه تا مدلای بسیار بالا بالا که بدلک و سیلک هم فروشات میشه مال همی داخل افغانستان است ماشاءالله نام خدا افتخار میکنین و ما همیشه وقت افتخار کردیم و بیشتر فوکس ما در گزارشاتم سرمی تولید وطن و افتخار وطن بوده با افتخار رفتیم گزارش تهیه کردیم و تقدیم همشهریان عزیز و بیننده های عزیز کردیم و امروز هم با افتخار آمدیم تا که به تصویر بکشانم که همچو کارخانه موجود از در شهر کابل جان ای که در این کارخانه تولید و تولید میشه همچو مبل و فرنیچری که به سطح امو کشورهای همسایه میباشه قسم که شما یادآوری کردین به سطح امو کشوره که با نام ترکی فروخته میشه از افغانستان است یا به ایرانی فروخته میشه به مو سطح سلامت باشین تشکر در حدود 18 نفر گفتین کار میکنن حدودا 17 الی 18 نفر کم بعض وقتا افراد کم میشه نظر به نیاز کاری بعض اوقات بیشتر میشه تقریبا دیگه حدود 15 الی 18 نفر همیشه وقت مصروف کار است 15 الی 18 نفر بله خب امی توشکای عربی و یا مجلسی که میگن اما تو دمی اواخر یک قسم کش پیدا کرده گفتی اگر تا آمیانه بگویم تقریبا 9 سال پیش از امروز اگر چند مردم بلدیت داشتن بعضی کسا که بیرون از کشور میرفتن توشکا را دیده بودن رایج بود 9 سال پیش از امروز ما بار اول در افغانستان مامیره ساختیم کم و بیش حال دمی اواخر یک سال دو سال آخر دیگه استفاده عمومی شده مروج شده همگی استفاده میکنن به خاطر از اینکه هم راحت است و هم یک چیزی است که نسبتا کمتر خراب میشه مثلا اگر توشکای وطنی را سعی کنیم هر یک سال بعد باید پختی از رو بتکنی و پخته تکنی جنجالاش زیاد است نمودم نمیتا گفتی دقیقاً و مردم و شما اگر چند فرنیچر هم در خانه داشته باشن بازم یک مردم است که یک مجلس سنتی میخوان ترتیب بدن داخل امو خانه حتما کسی که یک 3 اتاق داره باز یک اتاقش مجلس عربی به حساب جور میکنه روز به روز بیشتر شده میره طرفدارای مجلس عربی و توشکر روز به روز بیشتر شده میره تو خریدارش بیشتر شده میره گفته یگان تام تو دکش است و توشک مجلسی و یا عربی بگویم یک خاصیتی که داره ما میتونیم به حیث توشک استفاده کنیم ما میتونیم به حیث کاوچ استفاده کنیم هیچ با کاوچ مبل فرنیچر اجازه ضرورت نیست نیاز نیست ما میتونیم به چند نوع با چند قسم استفاده بکنیم و نام خدا با دیزاین های مختلف تولید میشه با رنگ های مختلف تولید میشه امی موادش بگوین از کجا وارد میشه موادش هم تولید وطن خود ماست موادش از امی وطن خود ماست یا از کشورهای خارج وارد میشه قسمی که ما نیازمند بعض مواد هستیم البته در کل نه یک تعداد مثلا چوبش است از خدا چوب خود وطن است از امی چوبای خود ولایات است اسفنجش است امیجا تولید میشه فابریکای اسفنج است شاید شما گزارش ها داشته باشین دیده باشین مردم آگاهی نداشت که اسفنج خیلی گویا از خارج می کلا اسفنج همینجا تولید میشه حتی که بازم یادآوری میکنم به نام ایرانی و پاکستانی امسال از استفاده میکنه بعضا کلا همینجا جور میشه تنها چیزی که به حساب از بیرون از کشور می فکر میکنم همین تکیش است همین تکیه که به حساب پوش گرفته میشه همین تکایی که جیر میگن جیر میگن و جیر بخمن فقط از جیر بخمن استفاده میشه یا از دیگه تکای مختلف انواع و اقسام است همین فعلا خب بازار جیر بخمن از دیگه یک مروج است یک شش ماه یک سال باز دیگه تک از بخمل است گامسکوت است کلش در کل استفاده میشه خب بیشترش همین جیر بخمل فعلا استفاده با رنگ های مختلف با رنگ های مختلف با دیزاین های مختلف انواع و اقسام داره گلدار هم ساده است گلدار زیادتر بیشتر ساده و خودگل است تو گلدارای به حساب د جیر بخمل نه که مثل که د تکای گام اسکوت یا من به حساب تکای تکا و پرده و توشک د یا زیاتر هم رنگای ظریف و آرام می و هر دیزاین داره به حساب بسیار خوب سلامت باشین تشکر خوب کاشفی صاحب قدر تعریف کردیم میره بیاید از نزدیک ببینیم بفرمایید سلامت باشید خب کاشفی صاحب
به بیننده ها به وطندارای عزیز دیگه گفته یگان تا از مؤلف تا یا توضیحات بده که توشک های زیبای مجلسی از کجا آغاز میشه، چگونه آماده میشه، چگونه تولید میشه؟ نام خدای کارگاه بزرگه. امیر، قسمت اول شروع کار ما از نجوری میشه. از نجوری؟ آه، بخش اولش که چوکات سازی است که مطابق هر اتاق همونجا تقسیمات میشه، نقشه میشه، از اتاق نجاری شروع میشه. مطابق با فرمایشات؟ مطابق فرمایش، مطابق دیزاین و سایز خانه که به حساب از اونجا تقسیمات میشه و ابتدا از اونجا جوی میشه. از نجاری شروع میشه؟ از نجاری. یکی از نمونه‌اش هم میام است. این نمونه از کاوچ است. داخل میریم از توشک عربی. قسمی که براتون گفتم ابتدا از این اتاق به حساب شروع میشه. از این جا آغاز میشه از نجاری. آغاز میشه از این اتاق نجاری ما که تقریبا 3 تا 4 نفر اینجا مصروف کار هستن که استاد بزرگوار استاد آمد است. بخش بالا نظر به مو دیزاین و سایز. بله. از نجاری آغاز میشه. از نجاری به حساب آغاز. بسیار خوب. خب استاد محترمم مصروف هستن، خسته نباشین. خسته نباشی، شما خوب هستین. سلامت باشید. تشکر. طرف کامرا ببینید. خسته نباشین، خوب هستین. زنده باشی، فضل خدا شما خوب هستین. شما خسته نباشید. جور هستین. محمد احمد هستم. ان شاء الله. در بخش نجاری. در بخش نجاری بله. یک استاد ماهر هم همچنان معلوم میشین. استاد ماهر هستم، ما فضل خدا. سلامت باشین. در کار بارتون برکت. تشکر. زنده باشید. پیام اگر داشته باشید. تشکر. زنده باشید. کدام پیام خاص ندارم. سلامت باشین. در کار بارتون برکت، همیشه موفق باشید. خوب کاشکی صاحب بخش اولش بود البته، بریم به بخشای بعدی. خب کاشفی صاحب، این بخش دومش است، مرحله دومش. با اساس تقسیم بندی کاروبار ما دیگه این بخش دوم میشه. زمانی که از نجاری کارش خلاص میشه، شرشا خشک میشه، چوب به یک حد معمول خشکی میرسه، بعد ای اتاق آورده میشه که بخش زیر کار یا آموز اسفنجکاریش گفته میشه. اسفنجکاریش. اسفنجکاریش گفته میشه. خود این قسمت ام اسکلتاش که آورده شد از بخش نجاری با اسفنجکاری میشه. اینجا اسفنجکاری میشه. بله. بله. کاشفی صاحب، بعضی مواد است که زود خاصیت خود از دست میده. بعضی کاوچ هاست نرم است، بعضی کاوچ ها سخت است. راز امی کاوچ نرم و سخت در چی نهفته است؟ راز کاوچ نرم و سخت در این نهفته است که بعضی کسا فوم کار میکنن. ما یک چیز داریم به نام اسفنج، یکی به نام فوم. فوم کم اقتصادی تر تمام میشه، به او دلیل اقتصاد مردم ما هم ضعیف است. کاوچ ها را زیادتر که سخت میبینید در بازار فوم استفاده میکنن. اگر او کلا مثلا اسفنج اصلی استفاده شود، هم نرم هم راحت می باز به او بابت اسفنج. بعضی کسا متوجه میشن که یک کاوچ ها سخت است، یکیش نرم است، یعنی فوم و اسفنج به حساب وقت کار بود. استاندارد که می باید اگر ما مسلکی با کیفیت بسازیم باید اسفنج باشه. باید اسفنج باشه. اسفنج اصل. اسفنج اصل. اسفنج هم اصل بدل داره. اصل بدل داره، تقریبا چند نوع داره. از خود 15 کیلو، از 25 کیلو، از 40 کیلو، از 30 کیلو، از هر مدل داره. از خود. خب شما در کارگاهتان از چی استفاده میکنید؟ نظر به تقاضای مشتری است. مثلا ما مشتری ها داریم از خود خانه والا چیز جنس خوب میخوایم، به حساب حاضر به پرداخت همو پول میباشن، ما اصلی را برش کار میکنیم، ضمانت میتیم، در کل متحد هستیم که اصلی کار کنیم. اما بعض کسا میان میگه ارزان بای جور کنیم، مثلا جنس ارزان جور کنیم، باز ما نظر میگن قیمت به حکمت نیست، ارزان به حلت نیست. یک گپ است که 100% راست است، حقیقت داره. حقیقت داره که به حساب به حلت نیست. اونم جنس ارزان بخواین، باز برشون اسفنج ارزان تر و مواد ضعیف تر کار میکنیم و درخواست خود مشتری است. این که در بازار فروشنده مثلا به چی نامای مفروشن، خوب خراب به حساب تفکیک نمیکنن، میگن و بس از واسه ما از کارخانه دو چیز است، یا خوب یا خراب. بله دقیقا. کاشفی صاحب، بعضی زحمتان عزیز ما نمیفهمم و هدف همی گزارش ما امی است که به تصویر بکشانیم، دانه دانه معلومات بتیم که امی خوب و خراب و اصل و بدل فرق کرده بتانن بفهمن، آگاه باشن. بعضی زحمتان عزیز از خدای یارجارشان خب یک جنس بسیار بیکیفیت را به نام ترکی به فروش میرسانند و چقدر از او تعریف میکنن، مارکتینگ میکنن که گویا با کیفیت ترین است و وارد شده از کشور ترکیه و یا از کشورهای دیگه. و ببینید کیفیتشان وقت خانه ببریم استفاده کنیم، 6 ماه یا 4 ماه دوام نمیکنه، خاصیت خود از دست میده. به مخاطر ما به تصویر میکشنیم تا اینکه هموطن عزیز آگاه باشن از خوب و خراب، اصل و بدل، از تمامش در کل. خب قسمی که شما یادآور شدین اصل و بدل داره،
اگر فرمایشات آمد به پول گزاف، یعنی نظر به مقیمت و نظر به فرمایشات، ما میتونیم از اون مواد با کیفیت استفاده بکنیم. از اون قیمتاش هم اگر بگوید اقدر گزاف هم حساب گفته نمیتونیم. مثلا ما یک توش یک متر یعنی گزافتان چقدر است؟ از خود کارخانه همین قیمت هاست که برای بیننده برای همشهری خود بگویم. یک متر توشک عربی با بازو، بالشت، میز، تمام لوازم جنس اصلی الا 4000 افغانی است. از 3000 الا 4000 افغانی است. این که به قیمت های دیگه در بازار از پیش مردم های دست دو خریداری میکنن در کارخانه همین قیمت هاست. باز بعد اگر مثلا به کیفیت باشه از 2000 الا 2500 افغانی است. یک متر توشک کل چیزا شاملش می باشه. چیز دوباره به حساب دو نیست. بالشتش است، پیشتیش است، توشکش است. و 5 سالم تقریبا در نیم متر 4000 و 3500 که ما فروشات میکنیم ما ضمانت میتیم کدبی. و پیشتر یادآوری کردن که جنس های بی کیفیت در بازار خوب مردم ما هم یک ذره با آگاهی رسیده سابق کرده میفهمن. و این اعتماد خود شرکت یا مو فروشنده، اعتماد خودم و دوکان یا مو جای خود به حساب زیر سوال میبره که تعریف میکنه ما در اصلیت به ظرف 4 ماه میشینه. ما به حساب مشتریای داریم الحمدلله شکر که 3 سال بود 4 سال بود تماس میداشته باشن با ما که رضایتشون البته میباشه که تماس میگیرن. حتی حاضر هستن 1000 افغانی بلندتر بخرن از جنس ما به حساب اگر رضایت داشته باشه. قیمت باشه اصل باشه. اصل باشه. واقعا میگه پس سلامت باشین. خب کاشفی صاحب میریم به بخش بعدی. کاشفی صاحب این بخش خیاطیش است. بخش سیوم از نگاه تقسیم بندی بخش سیوم امی خیاطی میشه که تکه ایجا آورده میشه از روی نمود دیزاینه که به حساب ترتیب داده شد نقشه شد بازیجا خیاطیش زیر کار گرفته میشه و گلدوزیش همیجا میشه مکمل اینجا 3 نفر 4 نفر مصروف کار در این اتاق هستن دیگه خیاطی زمینجا شروع میشه. خیاطی زمینجا با قسمی که در آغاز یادآور شدین کاشفی صاحب فقط گفتین امید تکه وارد میشه از خارج و دیگه تمام موادش از افغانستان است. ان شاء الله تمام مواد خونه در کل گفته نمیدونیم شاید در حد 50% چون 50% کشور ما یک کشور وارداتی است و از قبیل اینمی کارخانه میتونه و حمایت مردم میتونه که ما را با خودکفایی برسونه که یک روز شوه خودکفا باشیم. از 0 تا 100 کل مواد ما از داخل خود افغانستان هیچ نیازی نداشته باشیم. نیازمند نباشیم حتی صادر کننده هم باشیم ان شاء الله توکل به خدا. خب تکایی که وارد میشه از کدام کشور است؟ تکایی که وارد میشه عموما از زیادترش بیشترش از چین است. یک مقدارش از ترکیه وارد میشه دیگه نظر به متجراس که از کجا میرن خود زیادتر تا 90% قراره که خبر داریم از همین کشور چین می از کشور چین می زیادتر چینایی است و با کیفیت ترینش کدام تک است؟ همین تکای چینایی است خو یا به مو منوال به حساب به مو حد و کیفیت جور میکنن که تجارای ما شما به حساب فرمایش میتن یعنی مو حد و حدودشون هم قدر است که تجار ما شما فرمایش میده اینجا میره به حساب استفاده میکنه. خب اگر قرار باشه همکار ما یا ما فرمایش بدیم همین تکی از ترکی فرمایش بدیم قیمتش گزاف میباشه یا از چینی؟ تقریبا قدر زیاد تفاوت نمیکنه. تکی ترکی یکم که به حساب قیمت تر است شاید یکم قیمتش بالا میره بود شما مراد زیاد نظر بعد دیگه تکا خب کاشفی صاحب گفتین نمی چوبش است افغانستان است. چوب افغانستان است. چوب عرر میگن، چوبای سفیددار پنج چنار میگن. بسیار چوبای خوبی داریم. از کدام ولایت ها میباشن؟ عموما از ولایت های لوگر است. در کل از کل ولایت ما در کل و از لوگر است، از میدان وردک است. فکر میکنم یک بخش از شمالی کابل است. از این همین قسمت ها از جای دوردست از ولایت های سمت شمال است. ایمیج من داخل کابل بازی حرکشی میشه بروش میشه به کارخانه توزیع میشه به حساب فروخته میشه. بسیار خوب تشکر. خوب کاشفی صاحب بخش بعدیش کدوم بخش است؟ بخش بعدی دیگه در آخر خط میرسیم یعنی ختم کار است که به حساب بسته بندی میشه و تکمیل میشه و باز دیگه کنه به هموطنا تقدیم میشه که از او استفاده کنه. واقعا بسیار یک نمود خاص داره و یک زیبایی خاص داره همین دوشکای مجلسی و عربی. گرچه قسمی که یادآور شدن کاشفی صاحب در اصل مجلسی میگن نامش مجلسی و عربی است اما تولید وطن است، افتخار وطن است. بسیار در روزا در کشم است. در کشم است. حتی تو گفتم میتونیم که شاید از اینجا کدام زیادتر اینجا استفاده شود. استفاده شود زیادتر. البته اگر اقتصاد مردم ما یکم که بهتر شود خوب است. اقتصادی هم است. کشورهای عربی نگویم بگیر از امی عربی از شما با شما هیچ استفاده نمی کنیم. ما استفاده نمی کنیم بله. ما دیگه بس از دل مرزاد شما استفاده کنیم. تقریبا نیجا من گفتم مدت 9 سال 10 سال میشه سال به سال بهتر شده رفته.
تقریبا چندین کارخانه همینجا به حساب است که این چیزا میسازه، یکی از او از اونها ما هستیم. استفاده مردم نسبت به چند سال پیش زیادتر شده. همگی آشنایی حاصل کردن، زیبایی شدیدن، نمودی شدیدن. دیگه نمود خانه است، بخصوص همین سالونی که کلان باشه چقدر نمود میده؟ بله، به خصوص به سالونایی که میمون خانه است ترتیب میدن، چی خرد باشه چی کلان، ده کلان یکم که زیبایی زیادتر میشه، خود ده خردام خوب معلوم میشه. قدر که باز در سالون کلان زیبایی خاص خود نشان میده، یعنی نمود خاص میده، در سالون خرد قدر زیباییش معلوم نمیشه. در سالون خرد باز ما یک شیپای دیگه داریم که مثلا تنها تکیه است، اما هدف هم پشتکی کار است که توشک نمی داشته باشه، به خاطر که اتاق خرد نسازه باز تنها تکیش استفاده میکنه. توشک نباشه باز سر چی بشینیم؟ خب دیگه موری فرش به حساب زیرش باز به حساب تکنیکی فوم گرفته میشه، اما فومی که در توشک گرفته میشه از او که یکم کم و جمتر یا ضعیفترش در زیر فرش انداخته میشه راحت میباشه. نظر به سایز خانه؟ نظر به سایز خانه، یکان خانه را مثلا در افغانستان میبینیم 3x4 مثلا 3x5 برش کمتر میباشه، بازم یا خودش صاحبش یا ما پیشنهاد میکنیم که تنها تکیه استفاده کنند. تکیه و بالشتک به حساب استفاده کنند. از توشکش منصرف شد. سلامت باشین، تشکر. خب بریم به بخش بعدی که بینده های عزیز منتظر هستن به صبرانه. سلامت باشین. کاشفی صاحب، امی مرحله اخیرش از قسمی که خودتان یادآور شدید. بله، اینی مرحله است که دیگه تمام میشه، بسته‌بندی میشه که باز اون اگر ولایات بود به حساب پلاستیک و بسته‌بندی خاص میشه و ارسال میشه، و اگر داخل کابل بود دیگه این رقم پلاستیک ساده میکنیم و داخل خانه میبریم به حساب میچینیم. نام خدا. به به، بیننده های عزیز میگن چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است، چقدر دیزاین مقبول، رنگ مقبول. امی گلدوزیش نگفتین کاشفی صاحب در کجا میشه؟ گلدوزیش هم در داخل کابل میشه به حساب ما میجا انجام میدیم. خب در کارخانه خود نمیشه گلدوزی؟ در کارخانه نمیشه، در جای دیگه میشه. خب الحمدلله در داخل کابل میشه گلدوزی. الحمدلله که تولید وطن امیام به حساب. منظور ما این بود که میدیم بخش گلدوزیش هم میرفتیم میدیدیم از نزدیک. حتما هجوم بخیر. سلامت باشین، تشکر. چقدر رنگ مقبول است کاشفی صاحب، نگفتین امی مود جدید و دیزاین جدید کدام دیزاین است؟ فکر کنم امی است. زیاد دیزاین ها است. خب امی فلحال امی زیر دست ما بود، آماده بود. ای هم دیزاین جدید است، یکان دیزاین های دیگه هم است که باز در بالا براتون نشان میتونم. یک اتاق داریم به حساب مخصوص مجلس عربی، نمونه های است اوجه. دیزاین های زیاد است و مشتری ها هر کدام که به حساب حتی از خارجی یا خودم عربی خوش میکنن، الحمدلله ایجا ما به حساب قادر به تولیدش هستیم. دیگه دیزاین های جدید تقریبا همیام است و یک تعداد دیگه هم از بالا بود شما نشان. حتما. خب این میز چقدر مقبول از دوستا ببینین، نظر به مو جور که شده، دوشکی که جور شده، نظر به مو دیزاینش، میزش هم است بسیار مقبول و در این قسمت بسیار رنگ قشنگ است کاشفی صاحب، قهوه‌ای. در مورد ازی اگر من قسمت بیشتر به شما قبلا گفتم یک تعداد اتاق هست مثلا کمبر میباشه، برش کمتر میباشه، باز ما ایره پیشنهاد میکنیم. یان تقریبا همین وارس خود توشک تنها نداره. همون که گفتین تنها پشتی از توشک نداره. تنها پشتی است، همون نماد از به حساب توشک عربی است، منتها توشک نداره، بود از زیر فرش حساب فوم استفاده میکنن. کم بلندتر شه. کم بلندتر نی، به خاطر نرم باشه. نرمی شه. که به حساب همون نرمی توشک داشته باشه. باز اینا که هسته، با سالونایی که یکم که برش کلان است یا زیاد کسا میگن نه توشک داشته باشه، اینا به حساب رو تلخ نه. وای به اتاق استفاده میشه که خرد باشن، خردتر باشه. بعضی کسا با وجود که سالون کلان هم باشه، همین رقم چون فرهنگ عربی است، اینه میدید تنها پشتی بازی زیادتر خوش میکنن که تنها پشتی باشه، توشکش جای و ما زیاد میگیره یا کم هزینهش در این بالا میره، بازی هزینهش هم کم است. خب بسیار خوب. دو هزینه ازی کمتر حساب تمام میشه. خب به خانه خود کدام شب بردی؟ کدام رنگ؟ کدام دیزاین؟ والا میگن کلال در کوزه شکسته خورده. مگه کم اقتصاد به خیر زیادتر خوبتر شوه و از این ما هم استفاده میکنه. یعنی تال استفاده نکردین؟ تاوال دیگه هیچ امکان نداره استفاده نکرده باشین. خودتان در کارخانه دارین، همه روزه تولید میکنین، چطور امکان داره که در خانه تان نباشه؟ خداوند خانه شه به خیر کم بزرگتر بده بر ما، حتما انشالله ازی باز دیگه برای خودم بهترین شه جور میکنیم. قسمت چندین آپشن داره، چندین گزینه به خانه خردی است، به خانه کلان، به اتاق کلان از واسه استفاده. انواع و اقسامش است، مثلا در اینجا فعلا یک چند نمونه از او تیار شده آماده شده از مشتری ها برده میشه. انواع و اقسام داره، ساده داره به حساب دیزاین های ساده، مکمل از فوم ساخته میشه، مکمل از اسفنج ساخته میشه. بعضی کسا دوست نداره او چوب استفاده شوه، در اصلیت که به حساب عربی باید چوکاتش از چوب باشه، یک ذره به مقاومت یا از مقاومتی می نسبتا که به حساب چوکات چوبی به حساب کار شوه. بعض دوستان میگن تنها فوم،
مثلا اگر بیرون از کشور بخیر مساعد شوه فرصت که ما ارسال بکنیم یا صادر بکنیم، میتونیم با تناس فوم و اسفند استفاده کنیم به خاطر کم وزن بودنشان، وزنشان به حساب کمتر میسوزه. اما اینطور که چوب چوکات میشه یک ذره مقاومت همی کارا بالا میبره، تقریبا حدود 10 سال هم استفاده کنن همی خراب نمیشه. خب امی قسمتش که طلایی کار شده کاشفی صاحب، این کدام مواد است؟ چقدر ظریف و زیباست؟ این مواد بعضا به نام الکوبان میگن، بعضا به نام پلاستیک میگن. همی چیزا هست به حساب یام از بیرون از کشور میه، همیجا باز برشکاری میشه، به شکل اندازه خاصش استفاده میشه. به خاطر جیس کس فرمایش ندادم؟ بر ما دیگه شریک نمیسازن، البته شاید داده باشن، شاید فرمایش داده باشن، ما نفهمیده باشیم، برده باشن به حساب چیز. شاید. خب سلامت باشین کاشفی صاحب. بریم امروز نمونایشان ببینیم که در این کارخانه چقدر زیبا قشنگ دوشکای مجلسی و یاربی تولید میشه. بریم نمونای شب ببینیم. اگر هموطن عزیز خواستن تصمیمی را دارن که خریداری بکنن، هر نمونه شب که دیدن خوش آمد باز بیاین فرمایش بدن. خیلی باشین، پیش میشه. سلامت باشین. خب کاشفی صاحب، به به نام خدا ماشاءالله بگویم نظر نشست بند هم ناوردیم کت خود. چقدر رنگ های مقبول، چقدر دیزاین های مقبول، با انواع اقسام مختلف، با رنگ های مختلف، با دیزاین های مختلف. نام خدا، تولید وطن، افتخار وطن و تولید امی کارخانه که با بار اول در شهر کابل جان آغاز کرد به تولید دوشک های مجلسی، همه طور است؟ دقیقاً. ما تقریبا 8 سال یا 9 سال پیش دمی تولیدی فرنیچر بودیم، حالا هم هستیم. با زمی نوآوری به ذهن ما رسید و بالاخره جور کردیم آهسته آهسته، و افتخار از این داریم که اولین بار ما ساختیم اینجا داخل کابل، به حسابی که مروج شد. شاید قبلا بوده کسایی می آوردن بیرون از کشوری را، مثلا ما با بعض خانواده سر خوردیم که توشکار از عربستان یا از دبی با بسیار قیمت گزاف و مشوقی که داشتن آورده بودن، با بسیار یک پول گزاف که حالا که ما بهترینایش جور میکنیم نصف و پولم نمیشه، کرای انتقال گپا میشه. باز وقتی که از روی از اونا ما جور کردیم تقریبا 8 سال پیش، حالا به حساب زیاد شده. افتخار از این داریم که اولین بار ما در افغانستان یادم کابل ما ساختیم. طلایی است، کریمی است، قوایی کمرنگ است و فولادی است. فولادی است. همین رنگا زیادتر سفاره جاده میشه، بیشتر دکش است، بیشتر دکش. رنگ سال است، مود سال است، چیز خوبتر، مود روز، مود روز است. بله. و چی دوشک باشه، چی پرده باشه، چی کاوچ باشه، بیشتر از این رنگا استفاده میشه. بله، همین رنگایی است که همه پسند است، به حساب خلق پسند است. خلق پسند است. بله. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد از اینکه با ما وقت دادین، اجازه دادین تا که بین از نزدیک دیدن بکنیم، به دنیا نشان بدیم، به تصویر بکشانیم، به تمام هموطن عزیز چی در داخل کشور هستن، چی در سایر از ولایات هستن، چی در شهر کابل جان هستن، چی در خارج کشور هستن، ببینن که در افغانستان عزیز ما دمی شرایطی که ما قرار داریم که شرایط بسیار سخت و دشوار است، باز هم همین قسم کارخانه های تولیدی موجود است و به فعالیت آغاز کرده بودنش چندین سال پیش و حالا هم فعالیت دارن، متوقف نشدن. واقعا باعث افتخار ما هستن با وجود تک تک هموطن عزیزی که در این کارخانه، نه تنها در این کارخانه، در سایر از کارخانه های تولیدی که در افغانستان کار میکنن، زحمت میکشن، قابل ستایش هستن، قابل افتخار هستن. تولید وطن همچنان افتخار ماست، تولید وطن افتخار وطن است، باید با افتخار استفاده بکنیم و با تصویر بکشانیم و همچنان خریداری بکنیم تا اینکه بر رشد اقتصاد کشور همچنان مفید باشه. و تولید وطن است، باید از وطن، از تولید وطن خود استفاده بکنیم. بسیار زیاد تشکر کاشفی صاحب، خوش شدم عزیزانتان، خوش شدم از اینکه از نزدیک دیدم کارخانه را، به تصویر کشاندیم و فعالیت کارخانه را. بسیار زیاد تشکر. گفتنی پیام اگر داشته باشید. سلامت باشین، بخیر باشین. گفتنی های ما به تمام هموطنا هست که در وطن خود کار بکنیم، شغل ایجاد بکنیم، نوآوری بکنیم، تا این شوه که یک چند نفر با ما مصروف کار شوه، یک وسیله خیر شویم، هم بر ملت هم بر خودم. بیرون نرن همینجا، فضل خدا اگر تلاش بکنن کار است، اگر کوشش بکنن یکان نوآوری بکنن، یکان ضروریات مردم را، خلاقیت خود را نشون بدن، خلاقیت به خرج بدن، یک چند نفر هم شامل کار میشه و خودشان هم برشان یک آید میشه. هم خورما هم ثواب. بدون شک. سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر. در کار بارتان برکت، همیشه موفق باشین، با جمله از تیم و کاریتان، با جمله از خانواده ایتان، با تمام هموطنان عزیز
زنده باشین، تشکر، وقت خوش داشته باشین. سلامت باشین، بخیر باشین. شما هم بسیار لطف کردین، خوش آمدین با تیمتون. سلامت باشین. سلامت باشین، تشکر، زنده باشین. خب دوستای عزیز و وطندارای عزیز، وطندارای گرامی، این بود گزارش امروز ما فرشته زمی از بزرگترین کارگاه دوشک های مجلسی و یا عربی که در اواخر در کش هستند. یک و یک به تصویر کشانیدیم، گفته یگان تا از امو اصطلاح عامیانه بگویم از امو الف تا یا به تصویر کشانیدیم، یکی از کدام مواد های استفاده میشه، مواد هایش از کدام کشور وارد میشه و مود روز کدام دوشک مجلسی و یا عربی است، کدام رنگ مود نو است، کدام دیزاین مود نو است، یک و یک به تصویر کشانیدیم. و تشکر میکنم از مسئول این کارگاه که یک و یک به بسیار حوصله‌مندی توضیحات دادن و تشریح کردن، معلومات دادن. سلامت باشن، زنده باشن. تشکر از شما که تا ایدن بیننده بودین. انشالله که از داشته های برنامه مستفید شده باشین و از دیدن برنامه لذت برده باشین. تا گزارش و دیدار بعد، شما را به خداوند پاک بی‌نیاز میسپارم. همیشه شاد و موفق باشین. الله یاد نگهدارتون.